بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله برادران و خواهران عزیز بازم خوش آمدید به برنامه که راجع به ساینس قرآن و اسلام ساینس و تکنولوژی قرآن و تفکر و تعقل گپ میزنیم در برنامه گذشته ما و شما راجع به تاریخ ساینس در جهان اسلام صحبت داشتیم که مسلمان ها در سابق چقدر پیشرفت های در ساینس و تکنولوژی کرده بودن و چی سبب شده که امروز مسلمان ها در ساینس و تکنولوژی عقب بمانند یکی از فاکتورهای های امدهشه که در بارش صحبت کردیم مسئله انحطاط نظام تعلیم و تربیه بود که یعنی نظام تعلیمی ما متاسفانه تغییرات بسیار منفی ده ای آمده و ما در جهان اسلام کتاب های ساینس وقت درس میتیم تو درس میتیم که گویا دین دویه ایچ چیز نگفته و هیچ چیز نداره ولی آزا کسی که مکتب میخوانه و فاکولتا میخوانه اکثرا اتو نتیجه گیری میکنه که دیگه ضرور نیست که من راجع به خداوند راجع به دین در باره خود یا در باره جهان فکر کنم و مگری که اسلام از فامیل و خانواده خود یا از مسجد یاد گرفته باشه از کدام امام از کدام عالم دیگه مکتب و هیچ چیز از دین یاد نمیته و حتی غیر مستقیم عقیده و ایمانش از ضعیف میسازه راجع به دینش و کان مسئله تعلیم و تربیه مسئله نظام تعلیمی باید که تجدید شود در جهان اسلام و مسلمان ها باید توجه زیادتر کنند اقلا اگر در کتاب مثلا بیولوژی در فصلش اگر از قرآن کریم یا حدیث چیزی یاد نمی کنن در مقدمی کتاب اقلا یک صفحه یا دو صفحه باید نوشته شود که گفته شود که در این مسائل بسیار آیات است بسیار احادیث است و ای اساس در روشنی آیات اسلام ما شما خوبتر میتاریم بیولوژی رو بفهمیم یا فیزیک رو بفهمیم یعنی اقلا یک مقدمه باید برای شاگرد مسلمان برای مؤسسه مسلمان در این مسائل داده شود تا که نقش دین در مسائل ساینس بفهمه دیگه فکتوری که سبب انحطاط جهان اسلام در وسایل ساینس و تکنولوژی شده مسئله سیاسی فاکتور سیاسی یا انحطاط نظام سیاسی است در که ما شما میفهمیم خلافت اسلامی در یک قرن یا دو قرن گذشته مشکلات را که پیدا کرد و بعد از اینکه مسلمان ها از هم پاشیدند و نظام سیاسی اسلام از هم پاشید سرحدات بین ممالک اسلامی رسم شد و اکثرا سرحدات توسط کسایی رسم شد که اونا دشمنی با اسلام داشتن و امروز تمام مسلمان ها مشکل سرحد با همسایه های خود دارند و همه در یک تشنج هستن و در هر مملکت اکثر ممالک اسلامی رهبرهایشان از طرف بیرون از طرف قوای استعماری و غیره نصب شد و به جای گذاشته شد و دست بودن و تا امروز اکثر ممالک ما متاسفانه و این رهبرهای سیاسی که از بیرون سر مسلمان ها تحمیل میشه طبعا اینا کوشش دارن که امو بادار خدا و امو کسی رکینا را از شانده اونا رو خوش نگاه کردن یا در قصه مردم خود و در ملت خود نمی باشن و برزی که می فهمن که ما را ملت انتخاب نکده بلکه یک کسی دیگر انتخاب کده اما رو باید خوش نگاه کردن و به صورت در ممالک اسلامی اکثر دولت ها نماینده واقعی مردم نیستن ولو که بعضا اگر انتخابات و چیزها رو میکنن و شکل میکنن که کاملا پر از تقلب و کسای رئیس جمهور و کسای رهبر مملکت میشه که اصلا با مردم خود یک قسم نان نمیخوره یک قسم لباس نمیپوشه از مردم خود کاملا جدا هستند هیچ نمایندگی از مردم خود نمیکنه. افکارش ذهنیتش طرز زندگیش کاملا از مردم جداست و تحمیل شده سر سر کشور این قسم رهبرا مارمدار در دا قصه از این نیستن که اسلام پیشرفت کنند در قصه از این نیستن که مسلمان ها پیشرفت کنند در دین اونا خودشان کدام آشنایی ندارن و علم ندارن و لحاظا اکثر ممالک اسلامی را که ببینیم نظام دکتاتوری است نظام از که انسانها را اجازه نمیده که تا سوال کنند در مسائل آزادی عقیده داشته باشند آزادی فکر داشته باشند و متاسفانه این سبب از شده که بسیار مسلمانها در مسائل دینی و در مخصوصا تعلیم و تربیه خود پس بارم. بیایی که یک وقفه بگیریم باز ادامه بدیم دوستان عزیز بازم خوش آمدین ما شما سر فاکتورهای انحطاط جهان اسلام در مسئله ساینس و تکنولوژی صحبت داشتیم که گفتیم یکی انحطاط نظام تعلیمی و دیگر انحطاط نظام سیاسی سبب ازی شده که جهان اسلام بسیار پس باند واقعا نظام حقیقی اسلامی که نه تنها برای مسلمان ها نظام عدالت میاره نظام بسیار خوب پیشرفت میاره بلکه همچنان جوان ها را و طبقه تعلیم یافته را در راه پیشرفت علم تشویق میکنه و وقتی که نظام سیاسی جهان اسلام نظام سالم باشه نظام عادلانه باشه دیگر یقینا که نظام تعلیمی هم پیشرفت میکنه و مسلمان ها از هر لحاظ اینا در زندگی خود پیشرفت های در ساینس و در تکنولوژی می داشته باشند بله ما این برای همه معلوم است که مسلمان ها در گذشته در ازر نگاه پیشرفت کرده بودند شفاخانه هایی که در جهان اسلام بود مردم از جهان غرب برای تداوی در ممالک اسلامی می رفتند که امروز در چه پیش شده فاکولته ها و مدرسه های پیشرفته که در جهان اسلام بود مردم از غرب اولاد های خود به جهان اسلام روان میکد که پیشرفت کنند مخصوصا در اروپا و اسپانیا را اگر تاریخ شه بخوانیم که در اسپانیا چه قدر مراکز تعلیمی به درجه های تاسیس شده بود که باقی مردم اروپا هم مگی اولاد های خود به اسپانیا روان میکدن که علم یاد بگیرن و در سایز در پیره پیشرفت کنند امروز متاسفانه سرچپه شده که ما اولادای خود را به جهان غرب روان میکنیم به جهان غیر اسلام روان میکنیم که اینا در علم پیشرفت کنند در ساینس پیشرفت کنند باید ما و شما برادرها و خواهرای عزیز در این مسائل دقیق شویم و بسیار عمیق فکر کنیم که چی سبب از شده که ما اقدر پس بانیم هم به اصطلاح از نگاه دین هم از نگاه دنیا ما پس ماندیم وقتی که از از،, از, کتاب الله دور شویم وقتی که از دین خود دور شویم در دیگه جهان در جهان غرب این البته سرچپه ازی بوده که یعنی هر که از دین خود دور ساختن اونا در جهان از نگاه دنیا پیشرفت کردن چرا دین با نظام تعلیمی و با ساینس و غیره یک تناقض داشت و اگر به این نتیجه مردم رسید که اگر ما بخوایم پیشرفت در دنیا بکنیم دیگه باید که از دین جدا شویم و متاسفانه تا امروز یک تعداد مسلمان های ما همین قسم فکر میکنند که ما باید از دین دور شویم تا که پیشرفت کنیم تا که پیشرفت در علم کنیم تا که پیشرفت از نگاه مثلا حقوق زن شود و غیره شود که البته موضوعات دیگه است که با صحبت های می داشته باشیم که اصلا از لحاظ مسلمان ها پیشرفت کرده میتارن وقتی که در دین خود پیشرفت کنن پیشرفت در دین به معنای جامعش به معنای واقعیش سبب پیشرفت در دنیا هم میشه که یک وقفه بگیریم باز بخیر ادامه بدیم دوستان عزیز بازم خوش آمدین ما شما راجع به تاریخ ساینس صحبت های داشته ایم که چقدر بعض فکتورها ما را از پیشرفت ساینس باز مانده بعض اوقات سوال میشه که آیا جوان های مسلمان مغزشان مغز ضعیف تر است نظر به دیگه جوان ها در غرب اینا؟ یا فضای تفکرشان فضای محدود تر است یک دی بارم کمه فکر کنیم انسان ها برشان استعداد هایی که داده میشه توسط خالق جهان داده میشه و استعداد ها در هر مملکت است در هر جای است چی در جهان غرب چی در جهان شرق جوان ها الحمدلله به اساس تقسیمی که خداوند میکنه انسان ها را استعداد ها میده و الحمدلله در کشور ما یقیدن که استعداد ها حتی پیشرفته است نظر به استعدادهای دیگر مملکت ها اگر واقعا جوانهای ما اولادهای ما فضای خوبتر تعلیم و تربیه را داشته باشند فضای سالم را داشته باشند که اینا پیشرفت هم معنوی کنند و هم پیشرفت دنیایی و پیشرفت دینی و پیشرفت مادی بکنند وقتی مسلمان ها دقیق شوند در این مسائل و یک فضای عدالت در جامعه حکم فرما بسازن فضای واقعا پیشرفت در جامعه حکم فرما بسازن که دین واقعا برای ما این فضاها را مساعد میسازه باز ما میبینیم که استعدادها واقعا شگفان میشه استعدادها رشد میکنه و جوانها زیادتر و عمیقتر فکر میکنن دین اسلام مسلمانه یک هوشیارتر غشیارتر میسازه برش تصویر بزرگ جهان میده مثلا وقتی که ما شما راجع به فضا تفکر میکنیم تفکر ما در فضا و در روشنی ادایات الله واقعا تفکر بسیار عمیق می باشه یعنی وقتی که در روشنی آیات قرآن کریم که راجع به فضا گفته شده در روشنی از این آیات وقتی بخوایم فضا را مطالعه کنیم چقدر ما انسان پیشرفته تر میشیم نظر به کسی که از او آیات خبر نداره. همینطور در, در مطالعه زمین در مطالعه خود وجود انسان در مطالعه دیگر مخلوقات ما ارقدر که کتاب الله را بهش آشنایی زیادتر داشته باشیم اما قدر بیشک که ما خوبتر و عمیقتر فکر میکنیم و تفکر میکنیم از این خاطر است که مسلمان میتونه یک انسان بسیار پیشرفته تر شوه نظر به یک کسی که این مسائل از نگاه دین و از نگاه خالق جهان نمیفهمه اونا معمولا بسیار فکرشان محدود می باشه چرا تنها اونمو مثلا زمین مطالعه می در روشنی چیزهایی که ظاهر است در روشنی فکتورهای فیزیکی مطالعه می اما یک مسلمان وقت زمین مطالعه میکنه از نظر خالق جهان از نظر دیگه فاکتورهایی که چی شامل از این جه دیگه مخلوقات وجود داره که ولو که ما دیده نمیتونه مثل ملائک یا جن یا غیره و اینا هم امکانات بشری و امکانات جامعه را استفاده میکنن و اینا هم سبب از این میشن که انسان ها باید زیادتر مسئولانه زندگی کنن و متوجه باشن ببینیم که یک بود دیگر باز میکنه در پیشرفت و در تفکر انسان و واقعا انسان ها عمیقتر در مسائل نه تنها فکر میکنند بلکه خوبتر پیشرفت میکنند خداوند متعال به همه ما و شما توفیق بده که در روشنی کتاب الله در روشنی دین خود کوشش کنیم در ساینس پیشرفت کنیم و محدودیت های ساینس درک کنیم و با در نظر داشته دیگه حقایقی که در جهان است که دین بره با میگه خوبتر و عمیقتر فکر میکنیم و احساس مسئولیت زیادتر میکنیم که میفهمیم که باز در روز آخرت ما در راجع به هر چیز از پیش ما سوال میشه دیگه این واقعا احساس مسئولیت یک مسلمان زیادتر میسازه خدا همه ما شما را مسلمان های مسئول و مسلمان هایی که جامعه فکر میکنن عمیق فکر میکنن بسازه توابيني يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله